بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، جوانان عزیز و هموطنان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتی که به حکمت الله تعالی نظر کنیم، میبینیم که در تمام مخلوقات یک نوع برتری یکی به دیگر وجود دارد. مثلا انسان مخلوق خداوند است، حیوانات هم مخلوق خداوند است، اما انسان بر حیوانات برتری دارد. ولقد کرمنا بنی آدم، ما مکرم ساختیم انسان را، فرزندان آدم را. و همچنین در مابین انسان ها برتری وجود دارد. انبیاء علیهم السلام بهترین انسان ها هستند. در مابین انبیاء مرسلین بهترین انبیاء هستند. در مابین مرسلین پیغمبرای اولوالعزم بهترین مرسلین هستند. در مابین پیغمبران اولوالعزم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بهترین انبیای اولوالعزم است. انسان برتری و بهتری ارتباط و وجود فیزیکی انسان ندارد، یا به شکل و قواره انسان ندارد. بلال سیاه‌پوست بود، امیه بن خلف، ابو جهل، دیگر کسانی که با اسلام در دشمنی بودند، جوانای بسیار کاکه بودند، ولی او سیاهی بلال و او پوستی سیاهی که از نور توحید معطر شده به مراتب بهتر است از او پوست سفیدی که از او نعمت محروم مانده است. اینجاست که برتری انسانها، برتری مخلوقات با یکدیگر به اعتبار وجود مادی و فیزیکی نیست. پیغمبر به اعتبار وجود فیزیکیش قرآن میگه بشر است. قل انما انا بشر مثلكم، بدون شک من مثل شما بشر هستم، لكن بشری عادی نه. در دیگر جا قرآن میگه قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین، به تحقیق آمد به شما نور محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و کتاب روشن که او قرآن پاک است. بناءً ای برتری به اعتبار وجود فیزیکی و مادی نبوده، ای به دیگر اسرار تعلق دارد. با
به دیگر امور تعلق دارد. اون نبوت است و او جنبه معنوی است که رسول کائنات او رسول مصطفی صلی الله علیه و سلم بهترین مخلوقات خداوند قرار می گیرند. همچنین برمیگردیم به زمان و مکان. مکان با مکان دیگر فرق ندارد به اعتبار فیزیکی یا به اعتبار وجود مادیش. اجزای کعبه مشرفه هم از زمین، مثل زمین است، سنگ و خاک است. اجزای مسجد الحرام هم از زمین تشکیل یافته است. اجزای مسجد نبوی شریف هم از زمین تشکیل یافته است. اجزای مسجد اقصای شریف هم از زمین تشکیل یافته است. ولی برتری وجود دارد، بهترین خطه زمین کعبه مشرفه است و مسجد الحرام است. و بعد از آن بهترین خطه زمین مسجد نبوی شریف است. و بعد از آن مسجد اقصاسی در فلسطین امروز در اشغال صهیونیست ها و اسرائیل قرار دارد. خب این بهتری برای کعبه مشرفه از کجا آمد؟ و این بهتری برای مسجد الحرام و مسجد نبوی از کجا آمد؟ نه به ارتباط وجود فیزیکی، متوجه باشید، این بهتری به ارتباط دیگر چیز است. این جاییست که به دست پدر انبیا حضرت ابراهیم به حکم خداوند تعمیر شده است و قبله برای تمام مسلمانان جهان است و وحی الهی در اینجا نازل شده است و پیغمبری بزرگوار از اینجا مبعوث شده است. مسجد نبوی شریف یا مدینه منوره و حرم مسجد نبوی شریف همچنین چی اسرار است این که در اونجا یک نماز برابر هزار نماز در دیگر جا. در مسجد بیت الحرام مکه مکرمه در بیت الحرام در اینجا یک نماز برابر 50,000 و در بعض روایت ها 100,000 نماز برتری دارد. در مسجد نبوی شریف در یک روایت 1,000 و در دیگر روایت 10,000 برتری دارد به دیگر جا یک نماز. علت چیز در اینجا می فهمی که این مسجد به دست مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم تأسیس شده است و در این مسجد وحی الهی نازل شده است و در این مسجد جسد مبارک تماس دارد، جسد مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یا روضه مطهرشان در اینجا هست، من ان خاکی که به او جسد نبی کریم صلی الله علیه و سلم تماس داشته باشد او بهترین بقعه خاک زمین است. نه به ارتباطی از اینکه اجزای خاک با او اجزای خاک دیگه فرق میکند، هیچ فرقی ندارد، اما برتری به اعتبار امور معنوی و جنبه معنوی است. همچنین اوقات، وقتی که میاییم رمضان ماه هست و واحدهای زمانه را قرن یعنی 100 سال، سال یعنی 12 ماه، ماه یعنی 30 روز، هفته یعنی 7 روز، روز یعنی 24 ساعت، ساعت یعنی 60 دقیقه، دقیقه 60 ثانیه و ثانیه تشکیل میدهد. در اجزای زمان از نظر فیزیکی و مادی هیچ فرقی نیست. اما این برتری از کجا آمد؟ برای ماه مبارک رمضان، برای بعضی اوقات، برای بعضی ایام. بهترین روز هفته روز جمعه است. چرا؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می فرمایند که بهترین روزها روز جمعه است، به خاطر که آدم علیه الصلاه و السلام در روز جمعه خلق شد و در روز جمعه روح در کالبد آدم دمیده شد، در روز جمعه داخل جنت شد، در روز جمعه از جنت به دنیا تشریف آورد، در روز جمعه قیامت قائم می شود. و در روز جمعه می فرماید یک ساعت هست و یا لحظات هست که
هر مؤمنی که به اخلاص در او دعا بکنه دعایش قبول میشه، هر دعایی که در او معصیت و گناه نباشد خداوند تضمین کرده که او را قبول میکنه. او کدام ساعت است یا رسول الله صلی الله علیه؟ میفرماید که این حکمتش همی که مجهول باشد که یک مؤمن از طلوع صبح جمعه تا غروب آفتاب جمعه در تلاش همون ساعت باشد، نه در تلاش فیلم ها و سیریال های مبتذل بیا که امروز روز جمعه است خرقه میریم، بیا که فلان جا برای متاسفانه خوال دموکراسی است همه شراب و کباب است، ولی در اینجا پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم یک ساعتی را برمان مژده داده است که در روز جمعه اگر در او ساعت هر عبادتی که انسان میکند قبول است و هر دعایی که انسان میکند قبول است، به خاطر همون ساعت و به خاطر اموری که ذکر شد روز جمعه سید ایام است، بهترین روزها. به همین خاطر پیغمبر مبارک من صلی الله علیه و سلم می فرماید که اکثروا من الصلاة والسلام علی یوم الجمعة و لیلتها، فی یوم الجمعة و لیلتها، زیاد درود و سلام با ما بخوانی در روز جمعه و در شب جمعه. امتی که پیغمبر خود فراموش کرده است چه وقت در فکر پیغمبر خود باشد که درود و سلام بخوان. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. برمیگردیم به سال، در 12 ماه یک ماه بهترین ماه هاست، ماه مبارک رمضان. در ماه مبارک رمضان 10 شب آخر بهترین شب هاست، در 10 شب آخر شب لیلت القدر بهترین شب هاست. خب در این ماه روی کدام اسباب و روی کدام حکمت و فلسفه خداوند جل ذکره این ماه را در قرآن پاک ذکر کرده است؟ و در این ماه در باره از این احادیث زیادی از پیغمبر علیه الصلاه و السلام روایت شده است که این ماه دارای برتری ها ویژگی ها و فضائل است که هیچ ماه از چنین فضائلی برخوردار نیست. علت قرآن در این ماه نازل شده است. قرآن دو بار نزول کرده است، هر دو نزولش در ماه مبارک رمضان. یک بار نزول کامل از لوح محفوظ در بیت العزه در آسمان دنیا یک بارگی همگی قرآن نازل شده است، نسخه شده است، نسخه در بیت المحفوظ در لوح محفوظ و نسخه از او به حکم پروردگار به آسمان دنیا انتقال داده شد در رمضان مبارک. انا انزلناه فی لیلة مبارکه، انا انزلناه فی لیلة القدر. علما می دانند کلمه انزلنا با کلمه نزلنا فرق می کند. انزلنا به معنای مره واحده، یک بار قرآن را نازل کردیم. یک بار خود قرآن به پیغمبر نازل نشده است، در مدت 23 سال کم و بیش تقریبا قرآن پاک به تدریج به پیغمبری بزرگوار ما نازل شده، لیکن چرا کلمه انزال به کار برده شد؟ اشاره به طرف نزول اولی قرآن است. این در رمضان مبارک شده است و در جایی که آغاز نزول قرآن به دنیا شد هم در رمضان مبارک، در غار حرا بودن. 17 رمضان مبارک بود، در وقت هنوز در ماه مبارک رمضان روزه فرض نشده بود. در اینجا قرآن آغاز شد، نزول قرآن آغاز شد در 17 ماه مبارک رمضان. بناء این ماه دارای فضائلی است و این ماه دوستای نهایت عزیز، این فضائل به خاطر کی؟ به خاطر ما و خودت. 11 ماه از خدا، از شریعت، از دین بیگانه هستیم. یک بار خداوند جل ذکره سر یک دسترخوان جمع ما میکنه. 11 ماه عمر به گناه تیر میشود. یک بار و یک ماه خداوند جل ذکره زمینه را به قسم مساعد میسازد که دسترخوان رحمت پروردگار باز میشود و جمع میشیم چون دوست ما دارد.
خداوند به گرسنگی و تشنگی ما و شما کدام احتیاجی دی ندارد که ما گرسنه شیم کمالش و صفتش تقویه می شود و اگر ما روزه نگیریم در صفات خدا کمی میاد. والله غنی عن العالمین، خداوند بی پرواز از مخلوق، ولی ای به خاطر ما و خودت است. یک ابتلا و آزمایش کوچک که هر لحظه از این رحمت خدا، شفقت و مهربانی خداوند جل ذکره نصیب حال ما و شما میشه. لذا دوستای نهایت عزیز، ما با پیروی از خطاب پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم و صحبتی را که در اواخر ماه شعبان ارائه کردند و راوی حدیث هم حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه است، یک حدیثی خیلی طویلی است که او را من خلاصه کردم و سری هر نکته از این انشاءالله آیسته آیسته صحبت میکنیم و بعد از این در رمضان مبارک تقریبا از 2 سال به این طرف قسم صحبتامان فقط به شکل شده است که ما 3 دهه را تقسیم کردیم، 3 دهه را تقسیم کردیم در 3 نکته که رمضان مبارک تقسیم شده در حدیث شریف. اوله رحمه و اوسطه مغفره و آخره عتق من النار. خداوند اگر به لطف و کرمش توفیق ببخشه و زندگی بده انشاءالله به همگی ما و شما در رمضان مبارک، باز هم انشاءالله پیرامونی 3 نکته که در حدیث آمده است کوشش میکنیم که در 3 دهه، یعنی در دهه اول صحبت پیرامونی رحمت و در مابین پیرامونی مغفرت انشاءالله و در آخر پیرامونی آزادی انسان از آتش دوزخ. خداوند ای صفات و ای امتیازات به ما و شما و همه مسلمان ها نصیب بکنه. میایم به حدیث حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه، میگه در آخر روزهای شعبان پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم به ما یک صحبتی زیبا و لذیذ را ارائه کردن که از زبان مبارکش حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه روایت میکنند. فرمودند قد اولکم شهر عظیم، به تحقیق سایه افکن بر بالای شما ماهی بزرگی. شهر مبارک، شهر مبارک، ماهی پربرکت. میفرماید بنا در رمضان مبارک فکرتان باشد که در هر چیز برکت اضافه میشه، در هر چیزی مؤمن برکت اضافه میشه. میبینی که در یک قله کو ده همو جام خرمای مدینه منوره رسید، در یک قریه عقب مانده به همون جام زمزم رسید، دروازه های رزق بروی مؤمنان باز میشود. میفرماید فیه لیله خیر من 1000 شهر. اول از ویژگی های رمضان مبارک هم است که در این ماه برکت زیاد می شود. دوم در این شب است که از عبادت 80 ماه بیشتر فضیلت دارد که پیرامونی از این انشاءالله صحبت خواهیم کرد. اشاره به طرف لیلت القدر است. می فرماید من تقرب فیه بخصلت من الخیر کمن ادا فریضتا فیما سوا. کسی که در رمضان مبارک یک کار نیکی را انجام می کند، یک عمل خیری را انجام میتن، گویا اینکه در غیر رمضان مبارک فرضی را انجام داده باشه. دوستای نهایت عزیز، سخت متوجه باشید. یک گلاس ها و گرفته پیش روی برادرت انشاءالله در حدیث می آید استاد می شه، این بسیار کوچک برات معلوم می شه، ولی فکرت باشه که گویا اینکه اینمی کاری کردگی. دو برادر مسلمان با یک دیگر خشمی میره پیش ازی میره پیشی با یک دیگر اصلاح در مابین زن و شوهر خشمی هستن، اصلاح میاری. کسانی که مستحق هستن به کمک برشان کمک میکنی، یک کلمه خیر بر روی یک برادری مسلمان میکنی، یک خصلت خیر و یک عمل خیری را که در این ماه مبارک رمضان تو انجام میدی گویا که در غیر رمضان فرضی را بجا آورده باشی. و من ادا فریضتن فی، کسی که یک فرض در رمضان مبارک انجام میده، برابر است که زکات مال خود بیرون میکند که فرض است، روزه را به جا میارد، نماز خود میخواند که فرض است، در مابین مسلمان ها اصلاح میارد که فرض است،
و دیگر فرایض اسلام. جهاد در راه خدا میکند که فرض است، یک فرضی را در ماه مبارک رمضان انجام میده که من ادا 70 فریضه فی ما سواه، گویا این که 70 فرضی را در ماه سوای رمضان انجام داده باشد. یک روز عبادتی که در رمضان میکنی، گویا این که 70 روز در غیر رمضان عبادت کردی. به همین لحاظ پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که بدون عذر شرعی یک روز رمضان خورد، بدون عذر شرعی، مریض هم نبود، مسافر هم نبود، عذری هم نداشت، تمام عمر اگر روزه بگیرد دیگه جای او را پر کردن نمیتوان. از نظر حکم فقهی خو بالایش کفارت لازم است، یا غلام را آزاد میکند، یا 60 مسکین طعام میتد، یا پی در پی 2 ماه روزه میگیرد. اگر توانی پی در پی 2 ماه روزه گرفت نداشت و یک روز قضا 61 روز، اگر نداشت غلام را آزاد میکند و یا 60 مسکین طعام میتد. چرا؟ ببینید، به خاطر از اینکه خساره بزرگی را مرتکب شد. به خاطر است که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که اخوان، نظری مسئله حقوقی و فقهی خو صحیح است، کفارت بجا کرد، ولی فضیلت یک روزی را که قصدن خورد، تمام عمر اگر روزه بگیرد فضیلت از او را دیگه کمایی کرده نمیتونه. میفرماید و هو شهر الصبر، ماهی مبارک رمضان ماهی صبر است، واقعا که ماهی تربیت و صبر است. دوستای عزیز، در رمضان مبارک یک تعدادی از دوستا و برادرای ما اگر معتاد به سیگریت باشند، بعد از 2 بجه میگم روش گپ نزن، وضعش خراب است. خدا نخواسته اگر در مرض نسوار مبتلا باشند، با نسواری خو با همه احترامی که داریم، گپ زدن خصوصا بعد از 2 بجه، خو ای چی تو که رمضان تو را اصلاح نمیکنه، تو که باید فرشته شوی. رمضان مبارک عبادتی است که تمثیل میکند انسان از فرشته. فرشته خورد و نوش ندارد، تو هم فرشته میشی. آیا فرشته چنین برخوردی به انسان میکند؟ داده مسلمان دپاره مناسب نده. یاره پریده معلومیگی که در روژه پا وجه چی تو نسوار نپریدی او سیگریت نپریدی او نور بد اعمال او بد چیان نپریدی، معلومیگی چی سر روژه عبادت نده او در عبادت پا اساس بند روژه ننیسی. لا خب بدقسمتی ده، نه لازی بنا که. و هو شهر الصبر، کسی دو میزنه برد دوش نزن. یا اخی انا صائم، برادر عزیز من روزه دار هستم. اینطور نیست که یک دوزه تو 15 دوش بزنی پسان باز میگی که او شروع کرده بود. نه، او شروع کرد. پیغمبر بزرگوار میگه که ثواب روزه خدا خراب نکن. یک روز در مجلس پیغمبری بزرگوار حضرت ابوبکر صدیق تشریف داشت، یک کسی آمد شروع کرد در داو دشنام حضرت ابوبکر. حضرت ابوبکر خاموش، پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم خاموشی اختیار کردن. وقتی که حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه بعد از اینکه آدم بسیار تاخت و تاز کرد، شروع کرد از خود به دفاع کردن، اینم دشنام داد. مجردی که دشنام داد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم مجلس را ترک کردن و برام. خب با حضرت ابوبکر روی سخت ناگوار بود که محبوب چی تو از پیشش می روه، فوراً مجلس را ترک کرد و از عقیب رسول الله در دو شد. یا رسول الله کجا تشریف بردی؟ گفت ابوبکر کار خراب کردی. گفت چی تو؟ فرمودن که در اون لحظاتی که تو خاموش بودی و صبر کردی و اون شخص را دو می زد، ملائکه از طرف خداوند معذف بود، می گفت که لعنت بسری تو، هر داوی که به تو میزد امی داوه در مقابلش بر بالای امی شخص لعنت میگفت. وقتی که خود دفاع کردی، ملائکه میدان علاقه رفت و شیطان به طرف تو در حرکت شد. بناهن ما در مجلسی که شیطان بیاد نمیشیم. دوستی عزیز ببینیم، ایست آداب انسانی و آداب روزه که در رمضان مبارک خصوصا وقتی که انسان خسته میشه، بالای اعصاب انسان یک نوع فشار است، ولی کمایی هم کاری آسان نیست. در اینجا شیطان در مقابل تو در جنگ است، نفس، شهوت، خواهشات، همه چیز، ولی صبر میکنه تا اینکه
پیغمبری بزرگوار صلی اللہ علیہ وسلم می فرماتی والصبر ثوابه الجنه، وقتی که تو صبر کردی خداوند جل ذکره پاداش صبری تو برات جنت میده. می فرماید که و هو شهر المواسا، ماهی دستگیری و کمک و مساعدت با فقرا و مساکین. چرا؟ حکمت فلسفه روزه چیست؟ حکمت و فلسفه چیست؟ حتی یک کس نمیتونه که توانی پرداختی فدیه هم داشته باشه، میگم از سرمایه دار هستم روزه نمیگیرم، فدیه میپردازم. اگر در برابر یک روز اگر کلی زمین فدیه بده قبول نمیشه تا اینکه بچشد. این سرمایه دار، این آقای کباب خور، یگان وقتم از حال دلی او فقرا و مساکینی که به گریسنگی شبها را سپری میکنند و اطفالشان گریان میکنه از گریسنگی، از حال دلی از وا با خبر شوند. اینجاست که در این ما یک سنتی دیگر هم انجام میدیم، یه سرسایه است. چرا سرسایه در ماه مبارک رمضان، در حالی که به رمضان مبارک ارتباط ندارد؟ او زکات نفس انسان است، زکات حیات و جان انسان است، ولی شریعت مبارکه ما این در رمضان آورد به خاطر از اینکه وقتی که تو چشیدی درد گریسنگی را چشیدی، اینجا یک احساس پیشت پیدا میشه. او احساس چیست؟ از 15 نفر عیالی که تو سرپرست هستی به شمول خودت، در عوض هر کدام یک بیشتر از یک چاره گندم یا قیمتی از او را به فقرا توزیع کن. این چیزی هست که واجب است، اما در غیر از او و تو یک احساسی پیدا می شود. رمضان اگر در تو احساس ناورد، فکرت باشه که رمضان از رمضان نیست و روزت روزه نیست، باید که احساس پیدا شود. اینجاست که گریسنگی را که لمس کردی والا نه والا بسیار مشکل بوده، گریسنگی خیلی مشکل بوده. این میجا میگن در این چارایی قنبر یک تعداد بیچاره مردم بی سرپرست، این میجا حتی بالای سرشان آسمان است و زیر پایشان توشکشان زمین. چطور میشه که لنکلیزر خود سوار شیم اموجا بریم یک چند روپا به مفقرا توزیع و تقسیم کنیم؟ پتا که بیا احساس پیدا شد، در احساس پا برکت تو خوزیگی حرکت کهی. او لکه سنگه چی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایی، نو بیا پدغه میاشتی که نو ده تانه خیر کارونه کیگی، زکه چی در روجی پا برکت استا احساس و وجدان را جونده شو. کلا چی وجدان را جونده شی انسان را جونده شی، او ده انسان نه بد کار انشاءالله نسادری. می فرماین شهر یزاد فیه رزق المؤمن، که قبلا گفته شد رزق و روزی مؤمنان در ماه مبارک رمضان زیاد می شود. من فطر فیه صائما کان له مغفرة لذنوبه و عتق رقبته من النار و کان له اجر مثله من غیر ان ينقص من اجره شیء. کسی که در رمضان مبارک یک روزه داره افطاری می ده، به برکت امی افطاری گناهاش خداوند می بخشه. یک گردنش از آتش دوزخ آزاد می سازه. دو برابر ثوابی که مردکی که روزه گرفته است به ایم نوشته میشه، خودش هم روزه گرفته گیز و برابر ثوابی از او، از ثوابی از او چیزی کم نمیشه، برابر ثواب روزه کسی که مهمانی تو شده است به تو هم نوشته میشه. قلنا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه می فرماید یا رسول الله، بعضی از ما کسی هست، لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، هر کدام ما خوی توانی نداریم که ما مهمانی بودیم مردم و در خانه ما بیاریم و روز افطاری. ببینین که در اینجا فرمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم چقدر زیباست. هدف این نیست که تو در هتل 5 ستاره ببر شکمی از او رسید، یا اسراف یا تبذیر کن. فرمان پیغمبر تانه گوش کنیم صلی الله علیه و سلم، می فرماین فقال صلی الله علیه و سلم یعطی الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقه لبن او تمره او شربت ما. خداوند اینمی ثوابی که قبلا ذکر شد که گناه انسان خداوند می بخشد، از آتش دوزخ آزادش میکنه، برابر ثواب کسی که روزه گرفته برش میتن،
امی ثواب خداوند نصیب میکنه با کسی که دیگر هیچ چیز ندارد، یک جرعه شیر برای روزدار پیش میکنه که برادر از ما خود دیگر چیزی نیست، یعنی می یک پیاله یک شیر ما را تو با این روزه خدا افطار بکن. و همچنین یا یک دانه خرما، برادر عزیز بفرمایید یک دانه خرما است، دانه خرما هم نداره، یک گلاس آو، با یک گلاس آو خداوند این اجر به انسان نصیب میکنه. دوستان نهایت عزیز، اینجا یک وقفه داریم. تمام عبادت در اسلام اجتماعی است، شکل تجمعی دارد، چون از خلال این احکام تزکیه میشیم، تصفیه میشیم، پاک میشیم، قلبها پاک میشود، در مساجد جمع میشیم به دور قرآن پاک، به دور دین خود جمع میشیم. بنا ان بین توکل به خدا، اگرچه لله الحمد در اکثر مساجد در این اواخر الحمدلله این طریقه زنده شده است که دوستا برادرها نان خود گرفته در وقت افطاری به مسجد میآیند. و ما هم وقتی که در مصر بودم، مصری ها تقریبا یک هفته پیش از رمضان مبارک، اونها یک طریقه بسیار خوب دارند که پیش روی هر مسجدی یک خیمه قائم می شود، خیمه کلان مثلا در پارک وزیر اکبر خان، و در اینجا طباخ ها و آشپز ها موظف می شوند و تعدادی از برادران اهل خیر در اینجا سهم می گیرند. نام عزیز مائدة الرحمن، دسترخوان پروردگار، از اول شب اول رمضان مبارک این دسترخوان باز است تا به شب عید. شما وقتی که خانه یکی از دوستات کارتینو است، یکی در خیرخانه است، از وزیر اکبر خان عبور میکنه، طور مثال پایین میشه، نماز شام نزدیک شده است، پایین میشه، وضو میگیره، نماز شام خود وقتی که آذان شد داخل مائدة الرحمن میشه. انواع طعام بالای میزها فرش است، مهربانی کنید سید بفرمایید. او هم به یک قدر نیست، او فورا هر کس میده و چه قسمی که در حرم مدنی و در حرم مکی میبینید در وقتی افطاری، هر کس از دستان کش میکنه که این اینجا امرای ما بفرمایید سید، اینجا امرای ما بفرمایید، این یک خرما رو بگیرید سید. یک حالی و یک رونقی و یک روشنایی و یک تعاونی و یک احساسی. و همچنین هر مسجد در مصر یک مؤسسه خیریه دارد، فقیر، مسکین، یتیم، بی سرپرست، به اصطلاح بی وزنان، همگی از او مسجد سهمی دارند، از او مؤسسه خیریه. در تمام ماه مبارک رمضان شما باور بکنین که فکر میکنین که عید است. یعنی ما در 14 سالی که در مصر بودم، ماه مبارک رمضان که نزدیک میشد، همگی مردم احساس میکردن که عید است. و شبها در مساجد ختم قرآن پاک و صحبت علما لذت بیم. میگفتم خداوند چه وقت شوه که در وطن ما، در افغانستان عزیز، در خاک اسلامی ما و این ملت متدین ما خداوند این طریقه زنده شد. الحمدلله در این اواخر خیلی خوش هستم، خصوصا برادران مخلص ما که خداوند جل ذکره اونها را زنده داشته باشه. در اینجا مجلس یک کلام مجلس میشه، دسترخوان بزرگ هوار میشود، از اولی از آخری پارک تا اولی پارک، الحمدلله خرد و کلان و پیر و جوان و فقیر و امیر و پادشاه و گدا همگی سر دسترخوان میشینن، همگی افطار میکنن، لذت میبرن. میگم خدایا در تمام خاک ما این طریقه را زنده داشته باشی. اینجا است که من فطر صائما، کسی که افطار میکند بالای یک روزدار به او افطاری میده، ولو که به یک قطره آب باشد، ولو که به یک دانه خرما باشد، ولو که به یک پیاله شیر باشد، خداوند جل ذکره همین ثواب برش می، گناهش بخشیده میشه، از دوزخ آزاد میشه، فرمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. و برابر این ثواب کسی که روزه گرفته است، خداوند جل ذکره به این ثواب میده. می فرمایند و من اشبع صائما سقاه الله من حوضه. کسی که شکم بی روزداری را سیر می کند،
خداوند جل ذکره از حوض من، حوض محمد صلی الله علیه و سلم، از حوض محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در روز محشر همگی تشنه، همگی در آفتاب سوزان استادن، چوکی رسول الله مانده میشه. حوزیست که به دست مبارکشان به امتش آب میده. خدایا از او حوز ما را محروم نسازی. کسی که روزداری را شکمش سیر میکند، خداوند از حوز من او را میچشاند. چشاندنی که تا وقتی که در جنت داخل میشه دیگه تشنه نمیشه. خوشا به حالی کسانی که به این راه روان هستند. دوستای نهایت عزیز، خداوند نه به روزه ما محتاج است، نه به نماز ما، نه به زکات ما، نه به حج ما، ولی زندگی. در کدام دین پیدا کردن میتانی ای انسان دوستی را؟ یک بوجیار در صلیب احمر یا صلیب سرخ میار توضیح میکنه، صد بار تشکری میکنه پیش رویش و اصطلاح سلامی میزنه. چهار تاولی تا برد میتا، نصف ایمانت از پیشت میگیره. چرا؟ خدا که پیغمبرت میگه کسی که شکم به روزدار سیر میکند در روز قیامت از دست مبارک پیغمبر آب از کوثر مینوش، نوشیدنی که دیگه تشنه نمیشود تا وقتی که در جنت داخل میشود. میفرماید و هو شهر اوله رحمه و اوسطه مغفره و آخره عتق من النار. ماه است که اولش رحمت است، دی اول و دی ما بین مغفرت و بخشش است، و دی آخر براءت و آزادی از آتش دوزخ است. که انشاءالله ای امید از خداوند داریم که ای ویژگی ها و ای وعده هایش خداوند به ما و شما انشاءالله نصیب میکنند. و می فرماید و من خفف عن مملوکه فی، کسی که آسانی میکند، نرمش اختیار میکنه در مقابل مملوک خود. در سابق غلام و کنیز بود، در سابق غلام و کنیز بود، اما فعلا دوستای نهایت عزیز کلمه مملوک به کار برده نمیشود. چرا؟ همه انسان ها آزاد هستند، بلکه زیر دست داریم. جناب رئیس صاحب به زیر دستای خود رحم کن، جناب مدیر صاحب در داخل اداره به زیر دستان رحم کن، پدری عزیز به فرزندان رحم، مادری نهایت عزیز به اعضای فامیل خود ترحم بکن. چرا؟ همه زیر دستها هستند. استاد محترم به شاگردان نرمش، و همچنین جناب پادشاه بر رعیت نرمش. کسی که به زیر دست خود در ما نرمش اختیار میکند، میفرماید پیغمبری محبوب ما صلی الله علیه و سلم غفر الله له، خداوند تمام گناهایش میبخشه، یک و اعتقه عن النار، من النار خداوند از دوزخ آزادش میکنند. دیگر حدیث مختصر از حضرت عبدالله ابن عباس داریم رضی الله تعالی عنهما. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرمود پیغمبری محبوب من صلوات الله و سلامه علیه، اذا دخل شهر رمضان، وقتی که رمضان مبارک داخل می شد، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، بود پیغمبری محبوب من که رمضان مبارک وقتی که داخل می شد، اطلق کل اسیر، تمام بندی ها را آزاد می کرد. سبحان الله. و امروز به صدها و هزارها بندی در بندیخانه ها بنا حق، یا رشوت نداده است و یا به یک اتهامی بی اساس بندی است. ولی در بندیخانه رسول الله دیروز من یکی از سازمان های حقوقی پیرامون حقوق محبوسین صحبت میکردم، محابس محمد صلی الله علیه و سلم تربیتگاه بود، یکی از بندی های یا از اسیران جنگی به نام سمامه بن اصال دستگیر شد در جنگ، بالای مسلمان ها حمله کرده بودن و این دستگیر بند میشد، اسیر اسیر در کجا؟ در مسجد. یک روز بالایش تیر شد، با پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب کرد که مرا اینا بدید،
در روز دوم هم از پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقاضا کرد که مرا الا بده. در روز سوم وقتی که تقاضا کرد پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم تبسم کردند و فرمودند اطلقوا ثمامه، ثمامه را الا بتین. مشرک است، کافر است، متجاوز است، ولی سه روز در گوشه مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بندی بود. خب ثمامه را الا داد، ثمامه رفت در یک گوشه گک غسل کرد، لباسای خود تبدیل کرد، آمد به زانوی ادب پیش پیغمبر بزرگوار شیش گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انك رسول الله. اسمع بس، اسیری رسول الله، اسیری جنگی به زانوی ادب در سه روز تربیت می شود، در قلبی از او محبت محمد صلی الله علیه وسلم و محبت دین جایگزین می شود و با آواز بلند میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انك رسول الله، گواهی میدم که تو پیغمبری خداست. میفرماید یا رسول الله قسم به ذاتی که تو را به حق فرستاده است، تو را پیغمبر ساخته است. سه روز قبل ما دیگه انسان بودم، سه روز قبل بدترین چهره ها و العیاذ بالله چهره تو بود، بدترین سرزمین ها سرزمین تو بود، بدترین دین دین تو بود، ولی در سه روزی که ما در زندان تو تربیت شدم، او زندان نبود، تربیتگاه بود، ما انسانی دیگر استم امروز. قسم به خدا بهترین چهره در زندگیم چهره توست، بهترین دین در تاریخ بشریت دینی توست و بهترین و محبوبترین سرزمین سرزمینی تو. این است قائد اسلام، این است عدالت رسول الله. و در زندانی تو چه تیر می شود؟ او مؤسس حقوق بشر، در زندانی تو چه تیر می شود؟ چه تیر شد زندانی تو؟ دنیا را سری انسانها و انسانهای مظلوم تو دوزخ ساخته، ولی در اون دوزخ خودت خواهی سوخت ان شاء الله. در زندانی تو چطور میشه؟ والله هم میزنی از اینکه تو برای جهان دموکراسی و آزادی می، تو برای جهان حقوق میتی برای بشر، این حقوق بشر است. برخوردی تو با اسیر مقایسه کو با برخوردی رسول پاک صلی الله علیه و سلم با او اسیر جنگی که سه روز در اسارت است، در محبس است، ولی بهترین انسان میشه و به جامعه بشری تقدیم میشه. رسول پاک صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان تمام بندی ها را آزاد می کردند. ما هم از حکمت خود خواهان همیستیم بنا با تأسی و اتباع رسول پاک صلی الله علیه و سلم، یک سید به شکل درست، یک نظری ثانی شوه، تجدید نظر شوه. کسانی که فقط به اتهام مطلق بیگناه در گوشه های محابس افتیدگیستند آزاد شوند. و می فرماید و اعطا کل سائلین، پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم هر کس که از پیش شان در رمضان مبارک چیزی می خواست و سوال می کرد دستکی از او را خالی نمی ماندن. و حضرت عبدالله ابن عباس دیگر روایت داره که می فرمایند که پیغمبری بزرگوار آنقدر جواد و سخی و جوان مرد بودن، ولی در رمضان جوان مردیشان چند می شد. کان اجود من الریح المرسله، حدیث بخاری، انقدر جواد می شدن که از بادهایی که با خود ابرها را انتقال می تن و باران می بانند، از این قدر بیشتر جواد و جوان مرد و سخی می شدن. در نهایت امر دعا می کنیم که رب العالمین و ما توفیق بده و لطف و کرمت پروردگار آنچه گفته شد آنچه شنیده شد به درگاه خود قبول کن. الهی به برکت این روز مبارک همگی ما برادران و خواهران مسلمان ما را توفیق بده، کمک بکن تا اینکه رمضان مبارک به شکل درست استقبال بکنیم و در رمضان مبارک پابند دین و شریعت و ارشادات
تو و ارشادات رسولی تو باشیم، مورد رحمتت، مغفرتت و آزادی از دوزخ قرار بگیریم. رب العالمین به ما توفیق بده. الهی از ما راضی باش. الهی کسانی که به خاطر سربلندی دین مبارزه میکنند در هر جایی که هستند پیروز داشته باشی. دشمنان اسلام را سرنگون بساز. تمام کره زمین به اسلام مشرف بساز. وحدت و یک پارچگی در ما بین مسلمانان جهان و مسلمانان افغانستان پروردگار حاکم بساز. الهی استعمار و ظالمان و طواغیت عصر در هم بپاش پروردگارا. اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و صحبه. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد